در مورد بالاخره سمت رسمی شما در عرصه بین الملل بیشتر شناخته میشین، دبیر حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هست، سفری هم داشتین به نیویورک و خب یه مسابقه خیلی جنجالی هم داشتین با اون و شبکه ام بی سی و برنامه مورنینگ جو که من با ریچارد هاست دیدم، اون برنامه تقریبا کامل دیدم که چقدر اینا به هم ریخته شدن عصبانی. اول از این مصاحبه بگین که بعدش حاشیه‌ای نداشت، چیزی نگفتم بهتون مکالمه حرفی، عصبانی شدن از حرفتون ظاهرن، به خصوص در مورد حقوق بشر و تروریست خوندن امریکا از آنتن امریکا. البته اون مدیر شبکه ام بی سی که با سفارت ما در تماس بود نگفته بود که مثلا این مصاحبه چند تا مهمان هم داره. تقریبا 4 نفر در مقابل سه، بله بله 3 نفر در مقابل شما. فقط اون مجری بود. بعد مجری هم دختر اون چیز از برژینسکی هست، مجری اون برنامه. من که وارد جلسه شدم دیدم خود 3 نفر دیگه چادها دیدم، فهمیدم که اینا برای اینو حالگیری در واقع اینجا جمع شده. و ریچارد هاست وقتی وارد صحبت شد، ریچارد هاست یه آدم به نظرم یه سیاست مدار کودانکود احمقه، یعنی بسیار تند و خشن و عصبانی و وجود در عالم سیاست این علامت حماقت، یعنی سیاست مدار با آدم خیلی دقیق آروم خیشتنداری باشه. و یک رگباری از اتهامات علیه ایران رو چیز کرد که شما دارید بمب میسازید فلان میسازید، و من میدونستم که این سر در آخر صهیونیست داره. گفتن خب حالا اگه این چیزا خیلی بده، این دوست شما اسرائیل که همینا داره. بعد از اینجا بود که دیگه قضایا رفت راجع به تروریسم رو مطرح کردن که من موارد تروریستی آمریکا رو مطرح کردم که یه دفعه اینا شعله ور بودش. این بود که شما گفتین از پول ملت آمریکا خرج میکنید برای بله نمبر.